سلام، به خبرهای این ساعت از طلوع و طلوع نیوز خوش آمدید. سر خط خبرها، پخش گزارش ها در باره انتقال شورای رهبری طالبان از پاکستان به افغانستان. وزارت خارجه میگوید که این گزارش ها نادرست هستند. مبنی بر حضور رهبران اصلی طالبان در ولایت‌های مختلف افغانستان دیده نشد. واکنش ها به تعیین اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی به حیث مشاوران رئیس جمهور غنی. برخی از اعضای مجلس نمایندگان این کار رئیس جمهور را باجدهی به کمیشنران پیشین تلقی می کنند. همه جا دکان معامله است و همه دموکراسی و قوم و ملت و مردم و حقوق بشر را می فروشیم. اهدای جایزه خبرگزاری فرانسه به طلوع نیوز. طلوع نیوز از بحر پیش دستیش در پخش گزارش ها از مناطق جنگی و بحران زده برنده این جایزه شناخته شده است. افغانستان خلق و لحق و معلومات نشید. افغانستان خلق و تند پی ماتی یا غلاست را اوڑی و اغای افغانستان خلق و توران دیکی. و در گذشت آخرین رهبر کمونیست جهان فیدل کاسترو و عمر 90 سالگی در کیوبا چشم از جهان فرو بست. من فواد امان هستم. خبرگزاری اسوشیتد پرس از احتمال انتقال یافتن شورای رهبری طالبان به ولایت هلمند خبر می‌دهد. برخی از مقام‌های طالبان به این خبرگزاری گفتند که در چند ماه اخیر شوراهای مذهبی، عدلیه و اکمالات طالبان پاکستان را ترک کردند و در افغانستان جابجا شدند. این منابع تاکید می‌ورزند که طالبان در حال حاضر توانایی نگهداری بخش‌های زیر اداره‌شان را دارند و می‌خواهند که با داشتن پایگاه‌های همیشگی در افغانستان معادله جنگ و صلح را به سود خودشان تغییر دهند. اما حکومت انتقال شورای رهبری طالبان را به داخل افغانستان رد می کند. در ماه‌های اخیر بارها نهادهای امنیتی افغانستان از تلاش طالبان برای انتقال شورای رهبریشان از پاکستان به هلمند خبر دادند. اما طالبان در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفتند که بخشی از این انتقال در چند ماه اخیر صورت گرفته است. حکومت افغانستان به این باور است که هنوز هم سران طالبان در مراکز امنشان در بیرون از مرزهای کشور بسر میبرند. رهبران و بدنه اصلی طالبان هنوز در خارج از کشور بسر میبرند و هیچ گونه شواهدی مبنی بر حضور رهبران اصلی طالبان در ولایت‌های مختلف افغانستان دیده نشده. طالبان در ماه‌های اخیر فشارهای زیادی بر ولایت‌های هلمند، کندوز، اورزگان و فراه وارد کردند و باورها بر این هستند که آنان می‌خواهند پایگاه‌های همیشگی در داخل افغانستان داشته باشند. تحولاتی که در سال‌های اخیر در سطح منطقه بازیگران شکل گرفته باورم بر است که تاثیرگذار بوده بر تغییر دیدگاه پاکستان، ولی تغییر دیدگاه نباید به عنوان اینکه کاملاً رها میشن طالب از دست پاکستان در نظر بگیریم. امسال پس از سال 2001 میلادی مرگبارترین سال برای نیروهای امنیتی افغان و طالبان گفته می شود. آمارها نشان می دهند که در 6 ماه نخست سال جاری نزدیک به 10,000 نظامی افغان در نبردها کشته و یا زخمی شدند. با افزایش این خشونت ها سرپرست وزارت امور خارجه کشور از وزیر خارجه بریتانیا می خواهد تا بر کشورهای منطقه فشار وارد کند تا در مبارزه با هراس افکنی گام های صادقانه بردارند. وزیر امور خارجه کشور شاهی بریتانیا از تعهد دوامدار آن کشور برای همکاری همجانبه در عرصه امنیتی با افغانستان اطمینان داد. سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان نیز گفته است که حضور دوامدار طالبان در افغانستان می تواند بعد جنگجویان این گروه بیانگر دستیابی بیشترشان بر بخشهایی از افغانستان باشد. نهادهای نظارت کننده انتخابات و برخی از اعضای مجلس نمایندگان تعیین تمامی اعضای کمیسیون های انتخاباتی را به حیث مشاوران رئیس جمهور باجدهی رئیس جمهور به این کمیسیون ها میدانند. رئیس جمهور غنی در فرمان تمامی اعضای کمیسیون های انتخاباتی را با حفظ تمامی حقوق و امتیازاتشان به حیث مشاوران رئیس جمهور تعیین کرده است. نهادهای نظارت کننده انتخابات این کار رئیس جمهور را زیر پا کردن اصل مکافات و مجازات میدانند و تاکید میورزند که این کار از اعتبار حکومت میکاهد. مدیران دیروز، مشاوران امروز،
رسوایی های انتخاباتی را مقصر کیست؟ گزینش اعضای کمیسیون های انتخاباتی به حیث مشاوران رئیس جمهور بیان که کسی در پیوند به تقلب و تخلف های گسترده انتخاباتی و یا تنبلی در کار بازپرس شود با انتقادهای سختی روبرو شده است. در افغانستان ما می توانیم به صراحت بگوییم که همه جا دکان معامله است و همه دموکراسی و قوم و ملت و مردم و حقوق بشر را می فروشند. در این میان باورهای هم وجود دارند که این کار از بحر گریز از روشن شدن سیاه و سفید انتخابات بدنام ریاست جمهوری شده است. این سیاه و سفید کی باید روشن کنه؟ باید این حکومت روشن کنه. حکومتی که بل اثر یک انتخابات به اصطلاح به قدرت رسیدین، هر گونه اتهامی که به کمیسیون انتخابات وارد باشه متوجه خود از این حکومت هم از خاصتاً ریاست جمهوری که با یک سر و صدای ناشی از تقلب در انتخابات به وجود آمده. نهادهای نظارت کننده انتخابات نیز از گزینش اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی به حیث مشاوران رئیس جمهور سخت خشمگین هستند. با دادن به کمیسرهای قبلی که به عنوان مشاور اینا تعیین میشن، اینا به تقلب کمک میکنن. ریاست جمهوری در این باره چیزی نمیگوید، اما ریاست اجرایگاه به این همه انتقادها این گونه پاسخ میدهد. در چه چوک با کم مرحله که در چه سره خیانت کرده و حقا بحث دی چلا هم پر زای پاتا دی، ولی پا طوله که تعهد داو چې ټاکنو نظام باید اصلاح شي، تعهد داو چې له مفسدو کسانو سره ټاکنو ته نوزو او همدا کار اوس. قرار است به زودی اعضای تازه کمیسیون های انتخاباتی رسما به کارشان آغاز نمایند و به این ترتیب راه برای آوردن اصلاحات دیگر و برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی باز خواهد شد. از سوی دیگر مراوی نزدیک به حکومت میگویند که قرار است در همین هفته دادگاه عالی تصمیمش را درباره وزیران رد صلاحیت شده بر رهبران حکومت ملی بسپارد. معاون سخنگوی ریاست اجرایه تاکید می‌ورزد که این تصمیم دادگاه عالی باید از سوی تمامی طرفها پذیرفتنی باشد، اما مجلس نمایندگان به دادگاه عالی هشدار می‌دهد که اگر تصمیم برخلاف قانون در این زمینه بگیرد، موقف این مجلس درباره رد صلاحیت هفت وزیر تغییر نخواهد کرد. حکومت در اوج ناهنجاری ها نزدیک به دو هفته می شود که رهبران حکومت وحدت ملی ماده 92 قانون اساسی را برای تفسیر به دادگاه عالی سپردند. کاری درباره چگونگی رد صلاحیت هفت وزیر کابینه از سوی مجلس نمایندگان. منتظر باشیم که سر محکمه چه تفسیر را ارائه می کنه. منتظر باشیم، ولی در کل ستاره محکمه صلاحیت داره تا تفسیر خود ارائه کنند. تفسیر قانونیشان باید برای همه جناها قابل قبول باشه. در این میان موزیگری مجلس نمایندگان هم در این زمینه تندتر به نظر می رسد. ارسال پروسی استیضای وزرا بستر محکمه با وضاحت اظهار می دارم که خلاف قانون بوده و ارزش های حقوقی ستاره محکمه تحت شعاع قرار می دهد. ماده 92 قانون اساسی مجلس نمایندگان به پیشنهاد 20% کل اعضا میتواند از هر یک از وزیران استیضا به عمل آورد. هرگاه توصیه ارائه شده قناعت بخش نباشد، مجلس موضوع رأی عدم اعتماد را بررسی می کند. رأی عدم اعتماد از وزیر باید صریح، مستقیم و بر اساس دلایل موجه باشد. این رأی به اکثریت آرای کل اعضای مجلس نمایندگان صورت می گیرد. جز تجدید تقابل دیگه نتیجه نداره. برای از اینکه ماده صریح است، ضرورت به تفسیر هم نداره، توجیه هم نداره. تو هنوز هم روشن نیست که تعریف دادگاه عالی از ماده 92 قانون اساسی چه خواهد بود، اما مجلس نمایندگان بر تصمیمش پابندی نشان میدهد. فیصله ما فیصله نهایی است و کسانی که سلب صلاحیت شدند از دید ما به حیث وزیر شناخته نخواهند شد و او فیصله سیاسی خواهد بود از دید ما. مجلس نمایندگان در روزهای اخیر 16 وزیر کابینه را استعفا کرد، اما 7 وزیر نتوانستند که قناعت این مجلس را برآورده بسازند، رد صلاحیت شدند.
تلونیوز با جایزه سالانه کتوب خبرگزاری فرانسه دست یافت. این جایزه هر سال به خبرنگاران داده می شود که از بخش های بحران زده و جنگی گزارش می دهند. این جایزه امسال به تلونیوز داده شد. این جایزه به خاطر پوشش نبردهای کندز و هلمند و نیز قربانیان که تلویزیون های تلونیوز و تلو در این راه در حمله انتحاری پارسال طالبان دادند به تلونیوز داده شده است. په افغانستان کې رسنۍ چې کمی امنیتی ستونزې لري او د دې تر څنګ کوم اطلاعاتو ته د نن لاسرسۍ ستونزې لري، د دغو ستونزو باوجود دوی هغه مهارتونه سي لري یا هغه وړتیاوې سي لري، هغه اړیکې سي جوړې کړې، په دې توانېدلي تر یو حده پورې د افغانستان د خلکو له هغو معلوماتو نه چې د افغانستان د خلکو تنده پې ماتیږي هغه لاسته راوړي او هغه د افغانستان خلکو ته وړاندې کړي. اما بیا هم زه ویلی سم چې په دغه برخه کې ستونزې او مشکلات ډیر دي. کارکنان تلونیوز در بیش از 6 سال کارشان چالش های بسیاری را فرا را داشتند. کریم امینی یکی از خبرنگاران این رسانه است که می گوید از آغاز کارش می دانست که با چی دشواری های باید مقابله کند. کار اطلاع رسانی در افغانستان بر ما مثل گام نهادن در یک جاده بوده که او جاده پر از سنگریزه است و پر از سیم های خاردار است و سطح های بسیار زیاد است. حال در او جاده چی اگر راست بری یا کج بری بالاخره با دشواری های روبرو میشی و حتی گاهی هم آسیب میبینی. ولی آریان خبرنگار دیگر این رسانه که همچون دیگر همکارانش در پوشش خبری نبردهای کندز و هلمند سهم داشته است، نیز از این که نهادهای دولتی در حالاتی از آنان پشتیبانی نکرده اند یاد می کند. می خواستیم بریم برای گزارش دهی از خطر خاص جنگ و بسیار دیر هم وزارت دفاع ملی ما را منتظر شان در انتقال همکاری نکرد با خبرنگاران و من خودم در یک موتر شخصی از راه بسیار پر خطری رفتیم و زمانی هم که در کندوز در اوج جنگ ها رسیدیم مقامات بلند پای دولتی و نظامی از ما خواستند که حتی گزارش های دروغین به خیال خودشان ارائه بکنیم که ما این را نپذیرفتیم. جایزه کتوب از سال 2008 میلادی بدین سو به خبرنگاران داده می شود که در اوضای دشوار کشورهای آسیایی کار می کنند. کتوب بانوی خبرنگار بود که برای خبرگزاری فرانسه کار می کرد. او برای 4 دهه از جنگ زده ترین بخش های آسیا به شمول افغانستان گزارش تهیه کرد و سرانجام در سال 2007 میلادی هنگامی که 64 سال داشت جان باخت. یک سال پس از آن خانواده این خبرنگار و خبرگزاری فرانسه تصمیم گرفتند که هر سال جایزه ای را به نام کتوب به شماره از خبرنگاران بدهند. معاون نخست مجلس نمایندگان می گوید که گروه داعش زیر برنامه خطرناکی برای گسترش فعالیت‌هایشان در افغانستان تلاش دارند و نیز این گروه می‌کوشد که زیر نام مهاجر در سراسر افغانستان جابجا شود. آسوی هم شمار از نمایندگان چگونگی پیکار و حکومت را در برابر داعش پرسش برانگیز می‌دانند و می‌گویند که اگر حکومت برای نابودسازی این گروه بی‌درنگ اقدام نکند، گروه داعش به زودی به یک چالش بزرگ مبدل خواهد شد. گسترش فعالیت های گروه داعش یکی از بحث های جدی در نشست روز شنبه مجلس نمایندگان بود. معاون نخست این مجلس می گوید که گروه داعش برای گسترش فعالیت هایشان زیر نام مهاجر در بخش های گوناگون کشور جابجا خواهند شد. داعش تا دست یو پلان جور شوه چه در افغانستان پا هری ولسوالی که 200 فامیل در مهاجر پا لباس که زی پزنشی. در افغانستان په هر ولسوالۍ کې 200 فامیل د مهاجر په لباس کې ځای په ځای شي، او حتی که حکومت ورته ځمکه ور نه کړي هلته ځمکه په پیسو واخلي. در همین حال شمار دیگری از نمایندگان مجلس میگویند که همکنون گروه داعش در بخش های گوناگون کشور سرگرم فعالیت و سربازگیری هستند. د داعش په نامه چې دا اوس 500 نفره په چراغام ته راغلي دي، د جلال آباد هغه د سوریې عرب اوس راغلي دي، او دا اوس دستي درې روزنیز مرکزونه چې د چیچن استادان درس ورته وایي په لوګر کې دي، دا اوس دستي د زابل په دوو دي که په درو ولسوالیو کې هلته ظهور لري په نور دغه پر کومه لار راځي، دغه د اولادو سره دا د دوی موټران دا د دوی سلاوي در بعضې از ولایات اونا در صدد تقویت پایگاه ها و قرارگاه هایشان هستند. در خاور میانه خصوصا در عراق و در سوریه
احتمالات بسیار زیاد وجود داره که اونا شکست بخورن. انتقادهای سختی از بی‌پروایی حکومت برای جلوگیری از دامنه فعالیت‌های این گروه نیز وجود دارد. جنگ‌های فرقه‌ای در افغانستان سازماندهی میشه و ما هم صرفاً به همی بسنده میکنیم که ملت افغانستان هوشیار و بیدار و انشاءالله جنگ مذهبی در اینجا با وجود نخواهد آمد که انشاءالله نخواهد آمد. یو نیم میشکیگ ملی اردو، ملی پولیس، سپیشل فورس، تیاری یو قدم دا داعش آیا شاتک ولی نیشی کنی شاتک وی دا یو سوال. مجلس نمایندگان هشدار می‌دهند که اگر حکومت برنامه‌های بهتری را در پیکار با این پدیده روی دست نگیرد، اوضاع در کشور از این هم بدتر خواهد شد. پلیس بغلان یک کودک 10 ساله را از چنگ آدمربایان نجات داد. این کودک در نتیجه درگیری پلیس با آدمربایان از چنگ این افراد نجات داده شد و آدمربایان موفق به فرار شدند. این کودک 6 روز پیش از سوی آدمربایان در بخش‌های از ولسوالی برکه ربوده شده بود. وجود زورمندان و مافیا در واردات مواد نفتی و گاز مایع یکی از علت‌های مشکلات در این بخش است. رئیس اداره نرم استاندارد می‌گوید که سنجش کیفیت مواد نفتی و گاز مایع که از سوی زورمندان وارد کشور می‌شود کار ساده‌ای نیست و به همین علت بخش از مواد نفتی و گاز مایع کم کیفیت وارد بازارهای کشور می‌شوند. شمار از نمایندگان مجلس میگویند که افزون بر بلند بودن بهای مواد نفتی و گاز مایع در کشور، کیفیت این مواد نیز بسیار پایین است. همیشه توضیحات و تحلیل های به این ارتباط صورت میگیره، وعده های داده میشه، ولی متاسفانه چیزی که همیشه باقی میمانه مشکل هست. این مشکل اگر امروز هست، همین جا مشکل اساسی مردم حل نشه، باور کنین که این سه ماه زمستان فاجعه های بزرگی در افغانستان صورت میگیرد. رئیس اداره نرم و استاندارد میگوید که تاکنون 239 تن گاز مایع و بیش از 10000 تن نفت کم کیفیت را از ورود به بازارهای کشور جلوگیری کردند، اما می افزاید که این اداره مسئول مواد نفتی و گاز مایعی که گمرک نمی شوند و یا هم قاچاق می شوند نیست. تمام تشکیلات ما کمتر از 300 نفر یعنی برابر تشکیل یک مکتب ابتدایی است. صلاحیت اداره پراگنده و ظرفیت در اداره هم به ابتدایی ترین حالتش قرار دارد. من در حال مسئول استاندارد افغانستان هستم که هر وزارتخانه در داخل خود یک استاندارد دارد. معین وزارت تجارت و صنایع میگوید که تصدی مواد نفتی و گاز مایع 8000 تن گاز مایع در ذخایرش دارد، اما بنابر اصول نظام اقتصادی کشور نمیتواند به بازار عرضه کند. تصدی من حیث اداره دولتی نمیتواند با اساس اصول ما و شما در بازار مداخله کند. شخصا با کامرا و با خبرنگار و با ویدیو رفتیم به تمام تانگای تیل، اکثر تانگای تیل کابل ما نمونه گیری کردیم، سمپل گیری کردیم. هیچ تانگ تیل قانونی نمی فروشم، هیچ اسناد خرید گمرکی ندارم. در همین حال حل مشکلات موجود در بخش مواد نفتی و گاز مایع در کشور آسان به نظر نمی رسد و دیده می شود که چالش های فراوان و بزرگ باعث شدند تا مسئولان این نهادها در پاسخ به شکایات و پرسش های نمایندگان مجلس چیزی به گفتن نداشته باشند. بیشترین داد و ستد روزمره در ولایت نیمروز با تومان ایرانی صورت میگیرد. شمار از باشندگان این ولایت با نگرانی از مشکلات در داد و ستد روزمره ایشان میگویند که با وجود ترویج روزافزون تومان ایرانی در نیمروز، حکومت هیچ کار برای حل این معضل نمی کند. اما مسئولان حکومت محلی در ولایت نیمروز میگویند که برای ترویج پول افغانی برنامه هایی را در نظر دارند. فیدل کاسترو رهبر انقلاب کیوبا درگذشت. کاسترو برای 50 سال رهبر کیوبا بود و یکی از آخرین رهبران کمونیست جهان به شمار می رفت. مقام های پیشین آمریکایی می گویند که حکومت های ایالات متحده آمریکا به ویژه اداره جان اف کندی صدها بار تلاش کردند تا فیدل کاسترو را ترور کنند. رهبر انقلاب کیوبا سرانجام امروز به عمر 90 سالگی در هاوانا درگذشت. با درگذشت فیدل کاسترو 9 روز اعضای عمومی در کیوبا اعلام شده است. فیدل کاسترو رهبر انقلاب کیوبا روز شنبه در خانه‌اش در هاوانا درگذشت. راول کاسترو برادر فیدل و رئیس جمهور کیوبا خبر درگذشت او را اعلام کرد. فیدل کاسترو روز فرمانده انقلاب کیوبا ساعت 10:29 شب درگذشت و بر بنیاد وصیتش جسد او سوزانیده خواهد شد.
شهروندان کیوبا از درگذشت رهبرشان بسیار ناراحت هستند. من از بحر مرگ رهبرمان بسیار ناراحت هستم. مردم بسیار غمگین هستند زیرا او را بسیار دوست داشتند. او در قلب همه ما بود. برای مردم عادی کیوبا کاسترو همه چیز بود. فیدل کاسترو در جریان حکومت 50 ساله اش با انتقادهای نیز همراه بود. در اینجا در ایالات متحده شماری از کیوبایی ها از درگذشت فیدل کاسترو خرسند هستند و به رقص و پایکوبی می پردازند. من بسیار خوشحال هستم. در سال 2005 خبر مرگ کاسترو پخش شد، اما دروغ بود. اکنون این خبر حقیقت دارد و ما بسیار خوشحال هستیم و امیدواریم که روز کاملا آزاد شویم. فیدل از سال 1959 تا سال 2008 میلادی رهبر کیوبا بود. بان که پدر فیدل کاسترو یک مرد ثروتمند بود، اما او خودش به دنبال چیز دیگری میگشت. فیدل در سال 1953 میلادی از بحر دست داشتن در یک کودتای نافرجام در کیوبا زندانی شد، اما مدت پس از آزادی به مکسیکو رفت و سپس با نزدیک به 100 تن از همفکرانش به کیوبا بازگشت. پس از مبارزه‌ای که کمتر از 2 سال طول کشید، آنان توانستند فلوخنسیو باتیستا، رئیس جمهور وقت کیوبا را که ایالات متحده از او پشتیبانی میکرد، به فرار وادار سازند. فیدل کاسترو نزدیک به 4 ماه پیش 90 ساله شد. او چند روز پیش از تولد 90 سالگیش گفت: من به زودی 90 ساله خواهم شد. اما برای رسیدن به این عمر تلاشی نکردم. تنها چانس بوده است. من به زودی به سرنوشت دیگران دچار خواهم شد. مرگ به سراغ تمامی ما خواهد آمد. اما اندیشه های کیوبایی ها همواره باقی خواهند ماند. در جریان حکومت 50 ساله کاسترو بر کیوبا سطح سواد در این کشور بالا رفت و مردم از خدمات آموزشی و صحی رایگان برخوردار شدند. اما برخی ها سیاست سرکوب مخالفان سیاسی را در این دوره نکوهش می کنند. برای شنیدن خبرهای بیشتر در تلفن‌های همراهتان به 456 تماس گرفته و سپس 111 را فشار دهید. ادامه خبرها در طلو نیوز تقدیم می شود. سپاسگزارم از توجهتان. از طلو. نخستین مجموعه کامل از شعرهای نادیا انجمن 11 سال پس از درگذشته شدنش رونما شد. نادیا انجمن که خودش قربانی خشونت‌های خانوادگی شده بود، برادرش اکنون میگوید که تا هنوز عدالت در این زمینه به گونه‌ای درست تأمین نشده است. برادر نادیا انجمن از حکومت میخواهد که عاملان خشونت‌ها و جنایتکاران را به کیفر برساند. من نه آن بید ضعیفم که زهرباد بلرزم. شاید کمتر کسان بدانند که این شعر از یک قربانی خشونت‌های خانوادگی است، چکیده ای از شعر نادیا انجمن. نادیا انجمن 11 سال پیش از سوی همسر و خانواده همسرش به قتل رسید. مطمئناً اگر او زنده می بود امروز نادیا یک موقف و یک درجه بلندی را در سطح ادبیات ما می داشت. واقعا جای نادیا امروز احساس میشه، جای خالی نادیا احساس میشه. از نادیا انجمن، شاعری که مرگ زود به سراغش آمد، به عنوان یکی از استعدادهای خوب در شعر زبان فارسی یاد می شود که در تاجیکستان و ایران هم سروده هایش طرفداران خودش را دارد. آثار این شاعر جوان و صدای سرشار وطن را که در اثر خشونت های خانوادگی و جبر زندگی نتوانست اهداف و آرمانهایش را تکمیل کند، جمع‌آوری نموده به دسترس خوانندگان غزلها و اشعارش قرار دهند تا الگوی باشد برای نسل شکوفا و قوای فردهای کشور. زبان مادری نادیا انجمن پشتو است، اما تمامی شعرهای این بانو به زبان فارسی سروده شدند. اکنون 11 سال پس از قتلش، مجموعه شعری کوچک او با ترجمه پشتو نیز به چاپ رسیده است. واقعیت یک خشونت بود و اما یک الهام دارد به ما، یک پیام میتاب به مردم افغانستان که چگونه ما میتونیم از فرهنگ خود نگهبانی بکنیم، حفاظت بکنیم. حتی اگر یک خانم به خاطر شعر، به خاطر صدای دیگه زنان زندگی خود از دست میده، این به معنی است که این یک رسالت خیلی مهم بود.
نادیا انجمن 25 ساله بود که به قتل رسید. دلیل این قتل هم مخالفت های خانوادگی در برابر فعالیت های فرهنگی نادیا انجمن گفته شده است. این بانو 15 سال سرود شعر را تجربه کرد. وزیر خارجه بریتانیا بر رسیدگی به مشکلات زنان در افغانستان تاکید می‌ورزد. بوریس جانسون در دیدار از مرکز منبع معلوماتی دانشگاه کابل نمایشنامه گروه از دانشجویان دانشکده هنرهای زیبای کابل را تماشا کرد. گروه از دانشجویان یکی از نمایشنامه‌های شکسپیر از نویسنده‌های سرشناس بریتانیا را اجرا کردند. صبح روز است و وزیر خارجه بریتانیا برای بازدید از مرکز معلوماتی افغانستان به دانشگاه کابل آمده است. در اینجا با مسئولان این مرکز و شماری از زنان دیدار و گفتگو میکند که آنان با استفاده از پروژه زیر نام زنان افغان سخن پردازی میکنند. درباره زندگی و مشکلات زنان در روستاهای کشور داستانهای کوتاه نوشتند. این پروژه بسیار سودمند بود. در این پروژه زنان فرا گرفتیم که چگونه زندگی زنان را که در روستاهای کشور به مشکلات روبرو هستند، درباره آنان داستان بنویسیم و مشکلات آنان را بازتاب بدهیم. وزیر خارجه بریتانیا بر همگانی شدن این داستان‌ها و نیز رسیدگی به مشکلات زنان در افغانستان تاکید می‌ورزد. این نیاز است که این گونه داستان‌ها در مجله‌های ویژه زنان پخش شوند و این داستان‌ها در روستاهای کشور از سوی مردم خوانده شوند. در بخش دیگر این مرکز گروهی از دانشجویان دانشگاه کابل در حضور وزیر خارجه بریتانیا یکی از نمایشنامه‌های شکسپیر را اجرا می‌کنند. اما داستان این نمایشنامه چیست؟ این نمایشنامه مکبث که اجرا کردیم به خاطر اونمو که به حساب مقام منزلتی که خود کی میخواست مکبث میخواست که او در حقیقتا نباید میخواست که او را خانمش وادار به این میکنه که اونمو مقام منزلت به دست بیاره و در آخر پشیمان میشه که با اونمو به حساب خود مثلا امو اولادای به حساب پادشاه رو به قتل خود پادشاه رو به قتل میسن و میخوای که مقام منزلت به دست بیاره. این نمایشنامه پیام سیاسی نیز دارد. با کار کردن این نمایش ما خواستیم که یک یاد از شکسپیر بکنیم و در ضمن از این امو یک پیام به دیگرا بدیم، چون نسبت به اوضاع فعلی افغانستان یک کمی تچ میکنه به اوضاع ما، چون همه سر قدرت جنگ دارن و ما خواستم با این نمایش یک چیز رو نشان بدم که عاقبت خوبی نداره. این نخستین بار است که دانشجویان دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه کابل در حضور مقامهای بلندپای بریتانیا نمایشنامه شکسپیر را اجرا میکنند. هرچند اجرا کردن نمایشنامه های این نویسنده بریتانیایی برای این دانشجویان کار آسان نیست. با نزدیک شدن فصل سرما، روستانشینان ولایت بدخشان هشدار میدهند که اگر حکومت مواد خاربار را ذخیره نکنند، آنان با قحطی روبرو خواهند شد. باشندگان ولایت بدخشان میگویند که از 5 روز بعد این سو بدخشانیان گواه ریزش برف بوده است. آنان میگویند که از یک سو سردی هوا و از سوی دیگر بسته بودن راههای مواصلاتی بر دشواری های آنان افزودند. در همین حال مقام های محلی ولایت بدخشان میگویند که آنان برای زمستان آمادگی های لازم دارند. ولایت بدخشان در شمال کشور از ولایت‌های کوهستانی به شمار می‌رود که در فصل زمستان گواه ریزش برف سنگین می‌باشد. امسال هم پیش از رسیدن فصل سرما، به دور از تصور مردم، از 5 روز به این سو در 27 ولسوالی به شمول مرکز برفباری شدید جریان دارد. در ولسوالی ها ما بالاتر از 1 متر 2 متر برف داریم و حالا مردم های روستای ما مشکلات در حد فراوانی دارن. مردم از یک طرف فقر بیکاری، از یک طرف هم بیچارگی، از یک طرف دیگه حوادث طبیعی. ما همه ساله شاهدی از دست دادن بیشتری از همتنان خود هستیم. در همین حال مقام های محلی بدخشان میگویند که آنان با در نظر داشت وضعیت اقلیمی آمادگی هایی را گرفتند که در صورت بروز مشکل کمک ها را به روستاهای آسیب پذیر برسانند. ما تدابیر و آمادگی لازم برای ازی داریم که خدای نخواست اگر حادثات اتفاق بیفته برای خانواده های آسیب دیده کمک ها برسد. از سوی هم والی بدخشان میگوید تمام نهادهای کمک رسان آماده هر نوع کمک هستند. بخش های مختلف حوادث، مهاجرین و مؤسساتی که در بدخشان مستقر هستند، اینا آمادگی برای
طبق معمول سالهای گذشته آمادگی برای حوادث دارن و مواد ذخیره دارن در گودامهایشان در زونا. انشاءالله که هیچ مشکلی در قسمت ما نداریم. این آمادگی ها برای رویدادهای طبیعی در بدخشان در حال گرفته می شود که همه ساله ریزش برف و باران از روستانشینان این ولایت قربانی زیادی می گیرد و راه های مواصلاتی چندین ولسوالی مرزی بدخشان ماها بروی ترافیک مسدود می گردد. عملیات خشم فیروزکا که برای سرکوب هراس افغانان به ویژه دایشیان در غور آغاز شده بود به هیچ دستاورد پایان یافت. شمار از باشندگان این ولایت با انتقاد از این کار میگویند که آنان خواهان بازداشت و مجازات عاملان گلوله‌باری بیش از 30 غیر نظامی در این ولایت هستند. اما مقام های امنیتی میگویند که سردی هوا در غور سبب شده است تا نیروهای امنیتی شیوه این عملیات را تغییر دهند. عملیات خشم فیروزکو پس از گلوله باران شدن بیش از 30 غیر نظامی از سوی جنگجویانی که خود را وابسته به داعش می‌دانند نزدیک به یک ماه پیش آغاز شد. قرار بود در این عملیات بخش‌های مرغاب و غلمین در شمال شهر فیروزکو از وجود هراس افغانان پاکسازی شوند و نیروهای امنیتی جنگجویان این بخش‌ها را سرکوب کنند. اما با آنکه این عملیات نزدیک به یک ماه به درازا کشید، نیروهای امنیتی به سوی این بخش‌ها پیش نرفتند و روز جمعه نیروهای امنیتی به پایگاه‌هایشان برگشتند. اما این کار واکنش‌های تند باشندگان ولایت غور به ویژه خانواده‌های قربانیان را برانگیخته است. از مرکز به اینا چی دادن؟ امر عملیات دادن که اینا باید سمت قلمین و مرغاب اینا عملیات کنن. ببینین که چقدر نیرو، چقدر پرسنل رفت، پیسه بسیار گزاف اونجا مصرف شد. ما 30 نفر ما شهید شده. 30 نفر ما شهید شده. از قریه ما قطعه تا کوزی شهید شده. دستاورد هیچی نداره دولت. برفته پس اخم نشین کرد بیانده و سر جای خود. هنگامی که رئیس جمهور غنی به غور سفر نمود هشدار داد که هیچ گروهی حق دخالت در ادامه این عملیات را ندارد و تاکید ورزید که نیروهای امنیتی انتقام خون این غیرنظامیان را خواهند گرفت. اما با آنکه این عملیات برای نیروهای امنیتی دستاورد نداشت، این نیروها چندین کشته و زخمی نیز در میدانهای نبرد به جا گذاشتند. یک چرخبال نیروهای ارتش نیز در شمال شهر فیروزکو هدف تیراندازی طالبان قرار گرفت و سقوط کرد. در همین حال مقام های امنیتی می گویند که این عملیات به دلیل سرد شدن هوا در این بخش ها متوقف شده است، اما شمار از نیروهای امنیتی تا کنون در محل نبرد حضور دارند و با گرم شدن هوا این عملیات ادامه خواهد یافت. متوقف نشده بلکه یک مقدار بهتری شده نسبت سردی هوا و تغییر وضعیت نموده. به زودی انشاءالله دشمن از لانه هایشون می کشند. در همین حال شمار از فعالان جامعه مدنی می گویند که پایان بی دستاورد این عملیات سبب ناامیدی باشندگان غور در کار برخورد با هراس افکنان شده است. یک امید بین مردم بود، اما متاسفانه دیروز برگشت نیروهای امنیتی یک یأس و ناامیدی بین مردم ایجاد کرده که خودش یک مشکل و یک فاجعه بگم ایجاد شده بین مردم. متاسفانه این عملیات هیچ گونه دستاوردی نداشته و تمام امیدواری های مردم به یأس و ناامیدی تبدیل شده. در عملیات یک ماهه نیروهای امنیتی در شمال شهر فیروزکو چندین هراس افکن نیز کشته و زخمی شدند. مقام های ارتش می گویند که در این عملیات بیش از 70 هراس افکن جان باختند و شماری نیز زخم برداشتند. شمار از باشندگان ولایت پکتیا از کمبود پزشکان زنانه شکایت دارند. آنان میگویند که از یک سو کمبود مراکز بهداشتی و از سوی دیگر نبود پزشکان زن دشواری های آنان را دو برابر ساخته است. در همین حال ریاست صحت‌عامه ولایت کنر با تایید گفته های مردم میگویند که هیچ پزشک زن حاضر نمی شود تا به ولسوالی ها برود. نگرانی ها از نبود پزشک زن در ولایت پکتیکا. باشندگان ولایت پکتیکا میگویند که بیشتری بیمارانشان را به علت نبود پزشک زن به ولایت همجوارشان میبرند و این بیماران در مسیری را با دشواری های گوناگونی روبرو میشوند. آنان از حکومت مرکزی و مقام های محلی میخواهند تا در این زمینه تلاش های جدی نمایند. خپل خور کی راوړی د پښتونخانه کې داخله کړی ده. یو 2000 5000 فلم ما سره یو وسکه دي 2000 3000 فاتې نه تا سره خلاص. موږ نور دغه د لارې ډیر خرابې دي. مریض په لارې باندې ځوان لا صبر کې ډیر شدید مریض دي. دتر سره دګې موږ نه وسو. نو دا مشکل دی مستزنه نه ډاکټر په دې سوال کې نسته. در همین حال ریاست صحت‌عامه ولایت پکتیکا میپذیرد که تنها یک پزشک زن در سراسر پکتیکا مصرف خدمات بهداشتی است و بس. تقریبا 1 میلیون نفوس موږ لرو. 1 میلیون نفوس لپاره په لاله مژه یو
زنانه متخصصه ډاکټره په ولایتشه په خانه کې نروج دواکی و فقط استونزه ده یعنی خلکو مشکلاتو ته جواب نشي ویله. از سوی دیگر والی پکتیکا میگوید که از پزشکان زن میخواهند تا بیایند در این ولایت خدمات بهداشتی را انجام بدهند. پخپل پکتیکا کې خزینه ډاکټران نشته چې پکتیکا اصلي اوسیدونکي او دلته کور وي او دلته بیا کار وکړي. خزینه ډاکټران کتر اولی دي نور ولایتونو نه بیره اولی دي کابل بیره اولی اغوی چې راځي اغوی دي پر موږ اغه امتیازات لرو چې کوم دي دولت په چوکاټ کې ورکول کیږي تر شپیتو زرو تر اویاو زرو افغانیو پورې موږ دي معاش لرو. نور امتیازات ته هم موږ تیار یو، نور امتیازات هم موږ دوی ته ورکو. ریاست سیحت آمه پکتیکا می گوید که آنان در تشکیلاتشان پزشک زن دارند، اما هیچ پزشکی حاضر نیست تا در این ولایت کار کنند. مسئولان این ریاست می گویند که به منظور خدمات بیشتری بهداشتی شمار پزشکان زن در این ولایت باید افزایش یابد. بانویی که با تازگی از سوی خانواده شوهرش به گونه شدید در ولایت بغلان مورد خشونت قرار گرفته است، در روز جهانی مبارزه با خشونت در برابر زنان از حکومت میخواهد تا به پرونده اش رسیدگی درست شود. این بانو میگوید که یک سال را در خانه شوهرش به گونه دشوار سپری نموده است و همه روزه بر وی خشونت صورت میگرفت. در همین حال مقام های محلی ولایت بغلان میگویند که پرونده این بانو را با جدیت پیگیری خواهند کرد. تازه عروس خردسالی که یک سال با رنج و دشواری در خانه شوهر سپری کرده است، کمتر از 15 سال سن دارد و هنوز هم زخم های بدنش نمایان می باشد. این بانو در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان از دولت می خواهد تا به پرونده اش رسیدگی کنند. بزرگ دولت نگوارم سی طلاق اخلم لایق نمیره نمی. مقام های محلی بغلان که در محفل تجلیل از روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان سخن می زدند می گویند که پس از این پرونده های خشونت علیه زنان در بغلان به گونه جدی پیگیری خواهد شد. با تمام قاطعیت قانون سرازی بدبختی تطبیق بکنه، هر کسی که میره به خیر بره به زندان و یه طفل معصومه باید نجات داد. امروز زنان تانستند که تلسم سکوت و خاموشی را بشکنانند و صدای فریادها و اعتراضاتشان در تمام جای بکشانند. شرکت کنندگان این برنامه با امضا در پایین شعار مبارزه با خشونت علیه زنان تعهد نمودند که با خشونت علیه زنان مبارزه خواهند نمود. زنان کشور از جمله محرومترین قشری هستند که از فرصت‌های اقتصادی محروم می باشند. امروز زنان حاکمیت یا حق حاکمیت و مالکیت بر اموال تمویل یا تولید را ندارند. در دو هفته گذشته در ولایت بغلان 3 مورد خشونت علیه زنان رخ داده است که شامل قتل، تجاوز بر یک دختر خردسن و لتوکوبه یک بانو می شود. باشندگان ولایت ننگرهار از نیروهای امنیتی میخواهند تا شبانه 4 دروازه ننگرهار را تدابیر شدید امنیتی بگیرند. باشندگان این ولایت ادعا دارند که پس از 10 شب موترهای مسافران بدون بازرسی از سوی نیروهای امنیتی داخل شهر جلال آباد میشوند. آنان هشدار میدهند که اگر نیروهای امنیتی در تدابیر شبانه ننگرهار بی‌پروایی کنند، این ولایت به ناامن‌ترین ولایت مبدل خواهد شد. اینجا 4 راه پشتونستان قلب شهر جلال آباد ساعت 10 بجه شب است. شهر جلال آباد مانند روز نیست، بل برعکس آرام است. دیده می شود که کمتر نیروهای امنیتی در شهر به نظر می رسد. زیاریاد خبرنگاری طلوع نیوز در حوزه شرق که شب شهر جلال آباد را به تصویر کشانیده است، در گفتگو با باشندگان ننگرهار دریافته است که باشندگان این شهر از بی‌پروایی نهادهای امنیتی نگران هستند. همداد جلال آباد خار زړه ملنګ جان وار دی. د شپې 11 بجې او 13 دقیقې دي، خو هیڅ امنیتي سرتیری پر دغه واټ نه لیدل کیږي. ویل کیږي جلال آباد خار ته په ټولو راننوتونکو دروازو کې هغه ډول چې په کار ده امنیتي چیک پوینټونه د شپې له لوري نه وي فعاله. پس ته 11 بجو ټولو دی یا ټول چیک پوینټونو کې کم یو ناس میراجي کیږي نه او دا ایس امنیت نشته د شپې د خانه هر ځای لذی بس پولیس تلاشی نشته و ډایرکټ زخار تنه نوز او د خار نه باندې وزه. اینجا هم 4 راهی مستوفیت در شهر جلال آباد است که در نزدیکی این 4 راه زندان ننگرهار هم وجود دارد. داد جلال آباد خاری و بلد سنده ده
دا د ننګرهار زندان دی او موږ د مستوفیت په څلور لارې کې روان یو. دلته هم مخامخ کاری چې هیڅ امنیتی چیک پوینټ نشته او نه هم د پولیسو له لوري دلته موټرې پلټل کیږي. د شپې 12:30 دي، د مستوفیت پر څلور لارې تیریږو، خو امنیتی ځواکونه یا پولیس مو په دغه څلور لارې کې هم نه تر سترګو کیږي. دروازې مګورو دروازې کوم څه نشته فلحال، کم ضرورت چې لرو موږ او دننه ښار کې زغ ضرورت زما ګزمې ته ده او ګزمه فلحال هېڅ هم نه ښکاري. اما اینجا در غرب شهر جلال آباد نیروهای امنیتی مصرف تامینی امنیت هستند و موترها را بازرسی میکنند. اما کمبود نیروهای امنیتی از مشکلات مسئولان امنیتی ننگرهار به شمار می روند. سنی پیلی وزی پا تناسب بانی با دا بسنه نکوی، خوب بیا هم من پا دقا پرسونل باندی دا خار تامین دا امنیت پا خردار مخواد تور سرا نیوله ده پسیلی ساعت. این نگرانی های باشندگان ننگرهار در حالی ابراز می شوند که ننگرهاریان ماهای اخیر را ناامن‌ترین ماه می دانند و هشدار می دهند که اگر جلوی این ناامنی ها گرفته نشود، ننگرهار با یک ولایت ناامن مبدل خواهد شد. سرمایه گذاری ها در زیر ساخت های حمل و نقل جاده ای در منطقه زمینه را برای گسترش همکاری های اقتصادی در کشورهای منطقه فراهم می سازد. رئیس جمهور غنی در نشست جهانی حمل و نقل سازمان ملل متحد با در نظر داشت اهمیت افغانستان به مسابقه بزرگترین کشور پیوند دهنده در آسیا می گوید که گسترش ترانزیتی و ترانسپورتی افغانستان با کشورهای آسیای میانه می تواند زمینه را برای اتصال منطقه ای و قاره ای فراهم سازد. رئیس جمهور غنی در نشست جهانی حمل و نقل سازمان ملل که در شهر اشقابات ترکمنستان برگزار شده است، با تاکید به گسترش سرمایه گذاری های کشورها در بخش حمل و نقل زمینی، میگوید که نقش افغانستان در گسترش حمل و نقل جاده‌ای در کشورهای منطقه برجسته است. وی میگوید که بهره برداری از شماری از پروژه های ترانزیتی منطقه‌ای روند بازرگانی را در آسیا رونق خواهند داد. با بهره برداری از شماری از پروژه ها نه تنها که چین با پاکستان و هند پیوند خواهند داشت، بل از این را ایران با ازبکستان خواهد رسید و بسیاری از کشورهای جهان با هم پیوند خواهند داشت. و باید بگویم که پروژه های حمل و نقل و ترانزیت منطقه‌ای زمینه را برای رشد اقتصادی در کشورها فراهم می سازد. پاکستان به گونه فعال در پروژه های بزرگ منطقه‌ای که از سوی کشورهای آسیایی میانه و شماری از سازمان ها عملی می شوند سهم دارد و این کشورها می دانند که همکاری های منطقه‌ای در بخش ترانسپورت و ترانزیت سبب پیشرفت کار این پروژه ها خواهند شد. از سوی هم گفته می شود که قرار است به روز دوشنبه رئیس جمهور غنی و رئیس جمهوری ترکمنستان در مراسم بهره برداری از راه آهن ترکمنستان آقینه شرکت کنند. با بهره برداری از این راه افغانستان با شبکه راه آهن جهانی پیوند خواهند شد و بازرگانان افغان می توانند با بکرگیری از راه آهن ترکمنستان کالاهایشان را تا بازارهای اروپا با بهای کم و در زمان کم برسانند. از طریق خطوط آهن میتونن با وقت و زمان و با یک بار بارگیری و تخلیه گیری میتونن کمبود تجارتی ایشان را برسانن و دیگر هم ارتباطات مستقیم بین سه کشور مثل ترکمنستان و افغانستان و تاجیکستان ما شما خام داشتیم که ادامه اونها هم بالاخره به آبهای آزاد وصل خام شدن از طریق گرجستان. ترکمنستان بیش از 93 کیلومتر راه آهن ترکمن آباد آقینه را ساخته است. و گفته می شود که این کشور علاقمند است که 38 کیلومتر راه آهن آقینه اندخوی را نیز بسازد که با این کار بخش بزرگی از راه آهن سه جانبه افغانستان، ترکمنستان و تاجیکستان تکمیل خواهند شد. یک زن از سختی روزگار دچار بیماری روانی شده است و با یک فرزندش برای دو ماه برای یک جاده در نزدیکی دادگاه استیناف ولایت بلخ زندگیش را سپری کرده است. این زن پس از آن برای درمان به بیمارستان شفاخانه حوزه مزار شریف آورده شد که عکسهایی از او در صفحه های اجتماعی منتشر شد. این عکس‌ها نشان می‌داد که این خانم شب روز برفی و سرد را در یکی از جاده های مزار شریف با کودک 12 ساله‌اش زیر یک صندلی نشسته بودند. مادرش 4 فرزند است. 3 فرزندش ناپدید هستند. شوهرش در جنگ های کندوز جان باخته است و حالا تنها با یک پسر 12 ساله‌اش زندگی می کند. اکنون به شدت فشارهای چون ناداری، از دست دادن شوهر و ناپدید شدن فرزندان و بیماری روانی نوع جنون جوانی مصاب شده است. بیماری که در اثر آن درک، بینش و قضاوت بیمار مختل می شود. اثر پل هستم در مزار شریف شیشتم. چند دیر میشه که سرکول آمدید
آینه دی ما آماده جاولی دارم چیز دارم 7 سال شوی مرا نیا نکد من اون نیا کردم بچندرا نان دادم گشت گدا کردم نان دادم زحمت کشیدم. این زن پس از آن که عکسی او و فرزندش در صفحه های اجتماعی منتشر شد برای درمان به بیمارستان بوعلی سینای بلخی در مزار شریف آورده شده است. فرزندش میگوید که 2 ماه می شود از کندوز به مزار شریف آمدند. در این مدت برای جاده ها در نزدیکی چهارراهی شهید ذبیح الله بدوباش داشتند. کنی ما همه شما جا بودی؟ در سرک بودی؟ آه همی یکونی ما آه با صندلی رس کجا خیدی؟ همون صندلی یا چوکی که چیزی بود از شیر فروش بود همه رو با کمپل ما دمون در شده بود ما همه تو گذاریم خوش کرم شاید چه دکتر معالج او میگوید روز گذشته وقتی این بیمار به شفاخانه انتقال داده شد وضعیت بهداشتیش اسفبار بود اما اکنون رو به بهبودی است. مشاهدات پیش گرفته میشه معلوم بشه که از زوم به این طرف دوچار مریضی جنون نوع اسکیزوفرنیفرم بوده که در این مریضی درک و بینش و قضاوات مریض مختل میشه، مریض نارام میشه نظر رفتاری، خوابش مختل میشه و علاوه داخل بستر گرفته میشه. فقر، بیکاری و جنگ شمار زیادی از شهروندان کشور را به انجام سخت‌ترین کارها ناگزیر ساخته است و برخی ها را نیز دچار بیماری روانی کرده است که برای بهبود این وضعیت نیاز است دولت برنامه‌های اثرگذار را روی دست گیرد. در اخیر چند گزارش ورزشی را ببینید. سپاسگزارم از توجهتان. تیم دالاس ماوریکس در بازی صبح امروز خود در لیگ بسکتبال حرفه‌ای آمریکا شکست سنگینی را برابر یاران لبران جیمز تجربه کرد. در ادامه لیگ بسکتبال آمریکا NBA تیم دالاس ماوریکس در روز بازگشت دریک نوویتسکی سنتر آلمانی و آسیب دیده خود متحمل شکست سنگینی برابر کیولان کاوالیس شد. Friday afternoon, not a bad way. The day after Thanksgiving, Boston up 15-8. بازیکنان کیولند از زمان ابتدا قدرت خود را بر رخ عریف کشیدند و 36-16 در میدان نخست پیروز شدند. نویتسکی نیز نتوانست بیشتر از 15 امتیاز و 6 ریبان برای تیمش کسب کند. کوین لاواما 17 امتیاز و 10 ریباند و لبران جیمز نیز 19 امتیاز و 11 پاس گل برای کیولن به دست آوردند. درخشش راسل وستبورگ در بازی امروز اوکلاهاما سیتی تاندر باز هم باعث پیروزی این تیم شد. تاندر در تالار ورزشی پیپسی سنتر و در وقت اضافه نخست با اختلاف 3 امتیاز دنور ناگتس را شکست داد. Under 8 a game, and the Hawks retake the lead 23-22. He's more one of those guys that defensively is good, and any point you get out of him is a bonus. Hayward makes his move with 5. Westbrook 36 امتیاز 18 پاس گل و 12 ریباند برای تاندر داشت و تاکنون هیچ بازیکن در این فصل NBA نتوانسته 18 پاس گل در یک بازی بدهد. Send him to Atlanta and Utah in return gets George Hill. Thank you very much. Yes. Another lob. Mack to Hayward. Came up short though. در دیگر بازی امروز گلدن استیت با 29 امتیاز کوین دورانت و 24 امتیاز استیفن کری بر میزبان خود لاس آنجلس لیکرز غلبه کرد. در دیدارهای دیگر یوستون 115-104 به برتری در برابر ساکرامنتو دست یافت. واشنگتن 94-91 از صد اورلاندو میجیک گذشت. بروکلین 97-118 در برابر ایندیانا تن به شکست داد. تورنتو 105-99 میلواکی را شکست داد. میامی 90-81 منفیز را از پیش رو برداشت و اوکلاهاما سیتی 132-129 دنور ناگتس را مغلوب ساخت.
در پایان بازی های امروز تیم های کیولن، آتلانتا و تورنتو در صدر کنفرانس شرق و در کنفرانس غرب نیست گولدن استیت و کلیپرز و سان آنتونیو صدر نشین هستند. در دیدار آغازین هفته 12 رقابت‌های فوتبال بوندسلیگا آلمان، لایپزیگ پیروزی پرگل دیگری به دست آورد. در شروع بازی نبی کیتا، آفویک لایپزیگ با شوت زیبا از پشت محوطه جریمه گل نخست بازی را به ثمر رسانید. دقیقه 15 فلورین با ضربه سر گل تساوی را برای فرایبورگ به ثمر رساند، اما دقیقه 24 تیمو ورنر در مسافه تک به تک با شولوف برای بار دوم دروازه تیم میزبان را باز کرد. در ادامه نیمه نخست ورنر بار دیگر موفق به گل زنی شد و لایپزیگ نیمه نخست را با برتری 3-1 به رخت کند. دقیقه 79 مارسل آفویک اتریشی لایپزیگ گل چهارم و پایانی بازی را به ثمر رسانید. با این نتیجه لایپزیگ 30 امتیازی شد و با این وضع صدرنشینی آنها در این هفته به خطر نخواهد افتاد. فرایبورگ هم 15 امتیازی در رده دهم با گونه موقت باقی ماند.